روزبه اسکندری، کارشناس محیط زیست آب و سازه‌های هیدرولیکی از تورنتو ما رو همراهی می‌کنن. خوش اومدین آقای اسکندری. آتش‌سوزی معمولاً اگه اشتباه نکنم شما منو تصحیح کنید، ناشی از گرمایش هواست، ولی الان فصل آتش‌سوزی مخصوصاً در اون منطقه نیست. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟ بر شما ببینید، در اصطلاح مثلث آتش زمانی که کامل بشه آتش شکل می‌گیره، یعنی یک پوشش گیاهی خشک یا سوخت، اکسیژن و باد و البته یک عامل انسانی که اینجا مشخص نیست که آیا عمدی بوده یا سهوی بوده. به هر حال ما بادهای گرم پاییزی رو داریم در اون منطقه و خب لاشبرگ‌ها برگ‌های خشک زیادی رو و خب یک خطای انسانی باعث شده که این آتش‌ها شعله‌ور بشه. از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه ما 643 مورد آتش‌سوزی داشتیم که افزایش تقریبا 140% نسبت به پارسال نشون میده و 4123 هکتار از جنگل‌های ایران تومه حریق شدن که نسبت به سال قبل رقم 364% رو نشون میده. شاید بشه گفت به نتیجه نرسیدن طرح مدیریت پایدار جنگل‌های شمال پس سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار مشکلات رو خب دوچندان کرده و همونطور که در گزارش شما هم دیدیم و در اخبار این چند روز هم شنیدیم، این آتش سوزی ها خاموش کردنشون طولانی شده به این دلیل که تجهیزات جدید و به روز اونجا کم هست. آتش ها دیر کشف میشن عموما توسط مردم محلی و خب تأخیر اتفاق میفته در رسیدن ماموران آتش نشان و خب مسیر طولانی است، بعضا تخت گذر هست این مسیرها و خب اینها همه در کنار هم دیگه سبب این شده که این آتش‌سوزی ها متاسفانه ادامه داشته باشه. به جز هلیکوپتر امداد، فکر میکنم دو دستگاه هلیکوپتری که استفاده کرده بودند، بقیه تجهیزات خیلی تجهیزات ابتدایی است، بیل، کلنگ و آتش‌کوب و خب تمام اینها در کنار یکدیگر سبب شده که اطفاء این آتش‌سوزی ها طولانی تر از اون چیزی بشه که خب در حد طبیعی باید باشه. آقای اسکندری، با دلایلی که توضیح دادین برای آغاز آتش‌سوزی، یا اصلا همچین آتش‌سوزی قابل پیش بینی نبود؟ ببینید، به دلیل اثر تغییرات اقلیمی در ایران، اینکه فصل بهار زودتر آغاز میشه و زمستان هم زودتر تمام میشه باعث میشه که پوشش گیاهی در ایران افزایش پیدا بکنه. خب متاسفانه در کنار اون جنگلداری و مرتعداری به درستی در ایران انجام نمیشه. بخش زیادی از این جنگلها که سوخته بودن تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست ایران هستند. خب ما میدونیم سازمانی است تقریبا میشه گفت بیعمل، بدون اختیارات و ضمانت اجرای قانونی. آتش سوزی رو نمیشود پیش بینی کرد، اما موجهای گرمایی رو میشود با نگاهی به داده های ماهواره‌ای پیش بینی کرد، پیش نمایی کرد در واقع و آماده بود. مشکلی که وجود داره در حکمرانی محیط زیستی جمهوری اسلامی این است که معمولا رفتارها واکنشی است به جای اینکه پیشگیرانه باشه و خب باید گفت آسیب هایی که بعداً وارد خواهد شد، تأثیرات آتش بر خاک، این که سبب نابودی میکروارگانیسم ها میشه، این خاکسترهای به جا مانده از درختان منافذ خاک رو پر میکنند به جای لاشبرگ ها و در نتیجه وقتی که نزولات جوی در ایران زیاد میشن، کما اینکه زیاد هم خواهند شد امسال به دلیل شدت گرفتن پدیده النینو، ما شاهد خواهیم بود که خب سیلاب را میفته متاسفانه در ایران و اساساً روانابها جاری میشن. مشکل اصلی حکمرانان جمهوری اسلامی این است که پدیده های طبیعی مثل تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی رو یا نمیشناسن یا اگر دربارش صحبت میکنن بیشتر برای پوشاندن ضعف و کاستی های خودشون هست. احتیاج داره کشور ایران با توجه به شرایط ویژه خاص و حساسی که داره با نهادهای بین‌المللی در ارتباط سازنده باشه و بتونه حداقل پیش بینی خوبی داشته باشه نسبت به وقایع بعدی و خب جلوگیری بشه از وقایع از این دست. ممنونم از شما. روزبه اسکندری، کارشناس محیط زیست آب و سازه‌های هیدرولیکی از تورنتو ما رو همراهی کردید.